بیانیه مشترک انجمنهای دارای رتبه مشورتی ملل متحد، محکومیت حمله وحشیانه به زندانیان سیاسی در زندان اوین، لیگ جهانی زنان برای صلح و آزادی، انجمن فراملی ضد خشونت حزب رادیکال، انجمن بین المللی حقوق بشر زنان، انجمن بین المللی توسعه آموزش، انجمن حقوق بشری به قابل دست نزنید در ایتالیا، انجمن وکلای بشردوست، فراخوان به اتحادیه اروپا و جامعه جهانی، مشروط کردن روابط با رژیم ایران به حقوق بشر. بیانیه مشترک انجمنهای دارای رتبه مشورتی ملل متحد، محکومیت حمله وحشیانه به زندانیان سیاسی در زندان اوین. در حمله پنجشنبه 17 آوریل پاسداران زندان به بند 350 زندان اوین که زندانیان سیاسی در آن نگهداری می شوند، زندانیان به شدت مضروب شدند و به گفته زندانیانی که شاهد صحنه بودند، در این حمله زندانیان متهم به ارتباط با سازمان مجاهدین را به قصد کشت زدند. طبق اطلاعات دریافتی، شماری از زندانیان به شدت مجروح و دچار خونریزی شدید و شکستگی در ناحیه سر و دنده ها شدند که در میان آنها غلامرضا خسروی سوادجانی، اسدالله هادی، جواد فولادوند و اسدالله اسدی در وضعیت بحرانی قرار دارند. گزارشگران مستقل سازمان ملل طی چند ماه گذشته با انتشار اطلاعیه‌های مختلفی خواستار توقف اعدام و سرکوب در ایران شدند. در 22 ژانویه گزارشگران ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، احمد شهید و کریستوف هینز، گزارشگر اعدام‌های خودسرانه اعلام کردند: ما از ادامه اعمال مجازات اعدام به میزانی هشدار دهنده توسط مقامات به رغم فراخوان‌های مکرر به رژیم ایران برای برقرار کردن یک مهلت قانونی در اعدام‌ها نگران هستیم. خانم پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر، در تاریخ 21 فوریه طی اطلاعیه‌ای با ابراز نگرانی در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران اعلام کرد: ما عمیقاً نگران گزارش افزایش اعدام‌ها در ایران از شروع امسال هستیم. تنها طی 7 هفته حداقل 80 نفر اعدام شدند. برخی منابع معتبر می‌گویند تعداد اعدام‌ها می‌تواند تا 95 نفر باشد. از بعد از انتخابات ریاست جمهوری در ایران در ژوئن گذشته، وضعیت حقوق بشر بدتر شده است. وعده‌های آزادی بیان و احترام به حقوق بشر شکست خورده است. تنها یک سیاست قاطع علیه رژیم ایران می‌تواند به مردم ایران که از سرکوب رنج می‌برند کمک کند. ما انجمن‌های امضا کننده خواهان اعمال قاطعیت در برابر نقض حقوق بشر در ایران هستیم و از اتحادیه اروپا و جامعه جهانی می‌خواهیم روابط سیاسی و اقتصادی با این رژیم را به توقف اعدام‌ها و بهبود وضعیت حقوق بشر مشروط کنند. ما ضمن محکوم کردن حمله به زندانیان بی‌دفاع در زندان اوین، از ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر، و احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران، خواستار محکوم کردن و اقدام در این رابطه هستیم.